8 ساله بودم پشت ترکاری رفته بودم هم وقت مرا یک طالب موتر رنجر هستاد کرد یا قفاق زد که چرا چادر به سرت نداری دگه که یک کمک کلان شدم چارده ساله بودم که چادری در سرم شد طالب ها بودن چادری در سرم شد بعد انام که یک روز کلینیک دندان رفتم امو اختام مرا طالب یک دو کیبل زد که چرا چبلی و پایت جراب نداری نفیسه دور اول حکومت طالبان را به خوبی به یاد می آورد. او سنف دوم مکتب بود که طالبان برای اولین بار قدرت را در اختیار گرفتند. اولین پیامد روی کار آمدن طالبان برای نفیسه محرومیت از درس و تعلیم بود. اگرچه او پس از سقوط طالبان به دلیل دیدگاه سنتی خانواده نتوانست به درسش ادامه دهد. بعد از امتیان چارنیما طالب آمد. ما دگه در خانه ماندیم دگه اونو مو هارزوی امو وقت که در خاک دفن شد تا به میال دگه اما طور دفن کده این هیچ آرزوی ما برآورده نشد دلایل چی بود که مادرای سابق صاحب زیاد اولاد می بودن تفلایشان زیاد می بود از پشت ما زیاد چند تای دگه خورد ریزه بود دگه مادرام کوشش نکد که ما درس بان که یعنی باشه دگه کارخانه را کنه اشتوکار نگاه کنه به نیمی دلیل بود که نشد از ما کدم شیره خورتارم که بود پدرم چونو رو هم گفت که نره مگم ما به گیریه گفتیم بان که بره به خانه آلو نه فعلا در یک مکاتب معلم است که درس خدا به بسیار مشکلات خان ما ماندیم دیگه ما تو بی سرنوشت و بی سواد فقر و مشکلات اقتصادی گریبان خانواده اش را گرفته بود او در کودکی مشکلات زیادی را تجربه کرده است او با مقایسه دو دور حضور طالبان در افغانستان می گوید امروز در حاکمیت طالبان نیز بسیاری از مردم از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرند در دهو دوره طالب که پدرکایم خورد و ریزه بود یک پدرم بود که پدرم مستری است که کارش رگاه قدر نمیشد دوره طالب بود دیگه بسیار وضعیت خراب بود یک دفعه یک میمان خانه ما آمده بود که مامایم بود خانه ما یک لقمه نان نبود که پیش از او بیاریم دیگه از همسایه نان گرفته بود از ما کده یک همشیره کلانترم بود به گیریه بسیار به چشم پرهو پیش از او نان و چای ماند و برش گفت که ما جان ما چیز نداریم که یعنی پیشت بیاریم حق ندارن اگر در درس خدا نمیرن کسایی که به چهار سال و سه سال پنتون خانده بودن بسیار کمشان مانده بود درس خدا خانده نمیتانن کسایی که در آرائشگاه کار کرد از آرائشگاه ماندن کسایی که خودشان آرائشگر بود در خانه شیشتن چون شوهرشان بیکار بود مجبور که واکار کنن حالی که اونا شوهران بیکار خانمان بیکار اقتصاد مردم دیگه بسیار زیاد ضعیف شده در باره باره بخاطره که زنا را نمیمانند در درس و در تحصیل در خاندنشان در هر کارشان نفیسه با اشاره به محدودیت های زن ستیزانه طالبان می گوید هیچ تفاوت میان طالبان دهه نوت با طالبان امروز وجود ندارد و آنها برای زنان هیچ حقوق قائل نیستند هیچ کدام تفاوت نیست امیالم هم همو دختر از درس ماندن سن سالشان که اصلا شش بالاتر است هیچ کدام تفاوت نمی بینم اونو درس نیست اونو تحصیل نیست دیگه کل دختران از برکت طالبات خانه ماندن با باور او اگر اوزا به همین منوال ادامه پیدا کند تمام زنان افغانستان بی سر نوش خواهد ماند این زن جوان در حال حاضر صاحب چند فرزند است اما پیش از همه نگران آینده دختر خردسالش است که وارد اولین سال تعلیمی می شود. دختر خودم هنوز این به سال بخیر در مکتب شاملش میکنیم بسیار و تشویشی هستم بسیار جگرخون هستم تو نال خورد است میگم حقی دوره ما تربانه دختر ما مثل خودم بی سر نواشت بی سواد خاتمان بسیار زیاد دیگر از حال برش تشویش و جگرخونی دار هاینده اگه طالب باشه دگر هیچ خوبه دگر اگر هیچ هاینده ها خوب نداری مگی رقم ادامه بده دیگر اگر بانند که مردم کار خود پیش ببره و مکتب باز و آینده خوب میشه اگه نشد اگر کل مردم از افغانستان فرار کرده میره شخصا خودم میگم که یک راه که ما فرار کنیم چون اولادم درس بخوان اولادم در یک جای برسه خودم خوب از کار و از همه چیز ماندم از درس از تصیل اولادم میون یک جای خوب برسه